الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خانواده شريف ومسلمان أفغانستان إيران وطاجكستان خواران برادران گران قدر و جوانان نازنین در سر تا سر جهان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امروز روز شنبه 8 فوریه 2014 مسیحی و ما فرید یونس گرداننده و تهیه کننده دکتر یونس شو از تلویزیون نور در خدمت شما هستم و طبق معمول میریم به آیات شماره 20 الا 23 آل عمران و بعد از وقفه تجارتی اول یک مهمان بسیار گرامی دارم جناب دکتر صاحب طاهر هاشمی که از دانشمندان علوم سیاسی هستند برای نیم ساعت ساعت دو تا دو نیم همراه ما می باشند و بعد از اون نیم ساعت بعدی را میریم به جواب سوالات شما از مهرناز جان نازنین خواهش میکنیم که آیات از 20 الا 23 بر ما پخش کنن و امروز شماره 5 سال 2014 است. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ابود آيات 20 الى 23 سورة آل عمران و ای آیات فوق العاده مهم است. کل آیات قرآن مهم است، اما ای آیات در زندگی امروز ما و شما که همه مردم یکی دیگر را به کفر میگرن، یکی دیگر را به گناه میگرن، یکی دیگر سرش غضب میشن، ای آیات فوق العاده مهم است. ببینین در آیه 20 میگه اگر با تو، به پیغمبر میگه اگر با تو به گفتگو و ستیز برخیزن، برای از اینکه در اینجا یک بحث بین یهود و نصارا و اسلام بود و ایجا و مشرکین، با آنها مجادله مکن، با آنها مجادله مکن. ایره به پیغمبر میگه، یعنی خداوند از پیغمبر کریم حق مجادله و گفتگو و ستیز در مقابل یهود و نصارا و حتی مشرکین سلب کرده، مثل که در آیتش یادم نیست از روح پرسان میکنه، از روح پرسان میکنه، میگه روح از ماست، یعنی تو در این مسئله کدام دخل ایج نداشته باش. در احیاء علوم دین و کیمیای سعادت و تمام کتاب بزرگ دین میخوانیم که چون خداوند در مسئله روح رخصت نداده، لذا بحث در بارش بالکل بیفایده است. در ایج همچنان خداوند بحث و گفتگو و مجادله و ستیز و اینا را با اهل کتاب و اینا همگی از پیغمبر سلب کرده. وظیفه پیغمبر، خواهر و برادرای عزیز خوب گوش کنین، وظیفه پیغمبر تنها و تنها رساندن پیغام بود،
یکی وظیفه پیغمبر تنها و تنها رساندن حق بود. ای که مردم قبول میکنن یا نمیکنن یا درای راست، ای وظیفه پیغمبر نبوده و نیست و امروز وظیفه ملا صاحبا و علمای دین و اینا نیست که مردم در کفر بگیرن، در گناه بگیرن، و می کفر گرفتن مردم و می در گناه گرفتن مردم باعث بسیار تضادها و نفاقها و کشتارها شده. و یکی از خوارا یا برادرها فراموشم شده سوال کرده بودن که آیا سوالش چی بود؟ آیا گرایش های مذهبی میتواند باعث تکالیف روحی شود؟ این بعد از اینکه من از مهمانداری مهمانم جناب دکتر صاحب هاشمی خلاص شدم بر شما تشریح میکنم. اما وظیفه پیغمبر اول رساندن پیغام، دوم روشنگری حق، ای کنال کسی قبول میکنه یا نمیکنه پیغمبر قرآن، ای وظیفه پیغمبر نیست که را مسلمان بسازه، وظیفه ما مردم هم نیست که مردم مسلمان بسازیم. امر معروف و نهی از منکر اینمیست که شما به شکل بسیار متواضع و مقبول و قشنگ پیغام میرسانین و حق میگین، اما هی حق ندارین که مردم شما مسلمان بسازین، هی حق ندارین که مردم شما در کفر بگیرین، هی حق ندارین که شما مردم در گناه بگیرین. این کار خداست. ببینین اگر با تو به گفتگو وسطیز برخیزن، با آنها مجادله مکن و بگو من و پیروانم در برابر خداوند و فرمان او تسلیم شده ایم، و با آنها که اهل کتاب هستند، یهود و نصارا، یعنی یهود و نصارا ما بین قوس، و بیسوادان یعنی مشرکان، برای اینکه یهود و نصارا چون کتاب داشتن اینا از جمله امیین نیستن. امیین یا امی در قرآن به مقصدش از کسایی است که اینا سواد ندارن و اینا برشون کتاب، امیین مقصدش از ایست که اینه کسی که برش کتاب دادن نشده، و یهود و نصارا مشرکان بگو آیا شما هم تسلیم شده اید؟ اینا رو میگهشون پرسان کو. اگر در برابر فرمان و منطق حق تسلیم شوند هدایت میابن، معلوم دار، و اگر سرپیچی کنن مثل که یک تعداد از یهود کرد، یک تعداد از نصارا کرد و مشرکان کردن، نگران مباش، نگران مباش، زیرا بر تو تنها ابلاغ رسالت است و خدا نسبت به اعمال و قواعد بندگان بیناست. اینجا پای پیغمبر خوارا و برادرا مطلق از قضاوت مردم عطا کشیده. از این خاطر است که پیغمبر در هیچ تاریخ نمیخوانیم که مردم در کفر گرفته باشه، یا مردم هم بگه که تو در گناه هستی، یا شما نافرمان هستین، یا شما اطور. این کار پیغمبر و کار کسایی که امروز تبلیغ میکنن نیست. اما متاسفانه هر روز در پشت تلویزیون ها مردم فوش میگن، مردم به گناه میگرن، مردم لعنت میکنن، مردم به کفر میگرن. این مطلق مغایر چیزی است که قرآن میگه. در تفسیرش بر شما میخوانم: به دنبال بیان سرچشمه اختلافات دینی به گوشه‌ای از این اختلافات که همان بحث و جدال یهود با نصارا با اسلام بود، در این اشاره میکند اگر با تو به گفتگو برخیزن با آنها مجادله نکن. و هاجوک از ماده مهاجه در لغت به معنی بحث و گفتگو و استدلال و دفاع از یک عقیده یا یک مسئله است. هر کس من در کدام 15 یا بعد از 11 سپتامبر که گپا شد، من در یک 15 یا 16 کلیسا و معبد و معبد یهودا و کلیسا و معبد هندوا و اینا من رفتم که از اسلام سخنرانی کنم، برای اینکه موقف مسلمان ها قسمی بود که و بش یگانه کار خوبه کرد که امی انترفیت، یعنی مسائل ایمان ذات البینی را که چطور امریکایی ها عقاید یک دیگه خود احترام کنن، ایره به وجود آورد و بسیار پیسه در ایره حکومت امریکا مصرف کرد که کسایی که در ایره کار میکنن اینا یک جای شون و انترفیت به وجود آوردن که چطور یک دیگه را احترام کنن. مولم دار شما که تیگه عیسوی بشنوین، او عیسوی نمیگه من کافر هستم، و عیسوی نمیگه که من مشرک هستم، و میگه ما هم خدا را میشناسم، به قسم خودش خدا را میشناسم، نه ای که به قسم که موتو میشناسیم خدا را بشناسم. و طبیعی است که طرفداران هر آینه در مقام دفاع از عقیده خود برمی آیند و حق را و خود را حق به جانب معرفی میکنند. از این رو قرآن به پیامبر اسلام علیه السلام میفرماید:
ممکن است اهل کتاب یعنی یهود و نصارا با تو بحث کنند و بگویند ما در برابر حق تسلیم هستیم و تا در این باره پافشاری کنند، چنان که مسیحیان نجران در برابر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم چنین بودند. اما در اینجا خداوند دستور میده کار تو مجادله و بحث نیست، کار تو تنها رساندن پیام است نمبر یک و روشنگری حق است. این که دیگه اینا باز قبول میکنن قبول نمیکنن این بالکل یک بحث جداگانه است. و از این آیه سه چهار موضوع است که جالب است. از این آیه به خوبی روشن میشود که روش پیامبر هرگز، خوب گوش کنین ایده تفسیر آمده، از این آیه به خوبی روشن میشود که روش پیامبر صلی الله علیه و سلم سید المرسلین هرگز تحمیل فکر و عقیده نبوده است، بلکه کوشش و مجاهدت داشته که عقایق بر مردم روشن شود و سپس آنان را به حال خود واگذاشته که خودشان تصمیم لازم در پیروی از حق بگیرند. باز امیر اثر میخوانم برای اینکه اینقدر هم قصه کفر گرفتن مردم و دگناه گرفتن مردم و اینا زیاد شده که آدم بالکل حیران میمونه که اینا آیا امینا قرآن خواندن یا نه. از این آیه به خوبی روشن می شود که روش پیامبر هرگز تحمیل فکر و عقیده نبوده است، بلکه کوشش و مجاهدت داشته که عقایق بر مردم روشن شود و سپس آنان را در به حال خود واگ می گذاشته که خودشان تصمیم لازم را در پیروی از حق بگیرند. کسانی که نسبت به آیات خدا کفر می ورزند و پیامبران را بناحق می کشتند و نیز مردمی را که به امر و عدالت می کنند به قتل می رسانند به کیفر دردناک الهی بشارت ده. آنها کسانی هستند که اعمال نیکشان به خاطر این گناهان بزرگ، یعنی قبول نکردن آیات خدا و قتل، ای از دو گناهان کبیره شمار به شمار می رن. یکی قبول نکردن آیات الهی و یکی از نگاه قرآن شناسی، از نگاه دین اسلام. ما باید بگویم که از نگاه قرآن شناسی و از نگاه دین اسلام آنها که کسانی هستند که اعمال نیکشان به خاطر این گناهان بزرگ، به اینجا گناه بزرگ مقصدش از قبول نکردن آیات و قتل نفس است، در دنیا و آخرت تباه شده و یار و مددگار و شفاعت کننده ندارند. اینجا ببرین خواهرها و برادرای عزیز که خداوند اینجا میگه که کسایی که آیات خدا به آیات خدا کفر میورزند و پیامبران را بناحق میکشند، برای از اینکه مردم یهود یک تعداد زیادی از پیغمبران پیشین اینا به قتل رساندند. اما در سر حضرت عیسی علیه السلام که آمد، او نظر به اعتقادات مسلمین او به آسمان هفتم برده شد و او به دار زده نشد، اما به عقیده عیسویا او هم به دار زده شد توسط جاسوسی یک یهود در امان وقت. و مردمی را که امر به عدالت میکنند، برای اینکه اساس دین از وقت حضرت آدم علیه السلام تا امروز مسئله عدل است، مسئله جستس و عدل است. هرگاهی که یک مسلمان و یا یک نامسلمان، مسلمان و نامسلمان، از رای عدل بیرو شود، او به کیفر خدا مواجه میشه.